6 کشور همسایه افغانستان در چین نشست برگزار می‌کنند. وزارت فواید عامه پروژه‌های نیمه‌کاره تکمیل می‌شود. بانک مرکزی 12 میلیون دلار را لیلام می‌کند و همچنان در پایان. امشب کمر طالبان شکست. مشروع خبرها، گزارش از خبرگزاری افاق. وزیر خارجه پاکستان از گرد هم آمدن 6 کشور همسایه افغانستان در چین خبر داده است و هدف از این نشست بررسی تحولات افغانستان خوانده شده است. شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان روز جمعه 6 حود اعلام کرده بود که 6 کشور همسایه افغانستان گرد هم می آیند و درباره مسائل اقتصادی و بحران انسانی در افغانستان بحث می کنند. وای همچنین افزوده است که همتای روس و سرگی لاوروف نیز در این نشست اشتراک خواهد کرد. این در حال است که روسیه درگیر جنگ با اوکراین است. این جنگ در نخستین روز سفر عمران خان نخست وزیر پاکستان به مسکو آغاز شد. این نشست ها پیش از این با میزبانی پاکستان و ایران نیز برگزار شده است. نشست هایی که شرکت کنندگان در آن از دولت طالبان خواستار تشکیل دولت فراگیر، رعایت حقوق زنان و دختران و توافق پایدار با جریان های مخالف برای ایجاد ثبات سیاسی شده بودند. پاکستان از نخستین روزهای تسلط طالبان بر افغانستان تلاش کرده است تا از دولت طالبان حمایت کند. همزمان دولت مردان پاکستان با استفاده از مسیرهای مختلف در پی مهار بحران انسانی و کاهش فشار اقتصادی بر طالبان هستند. پاکستان به تازگی یک دهلیز ویژه را برای انتقال کمک به افغانستان ایجاد کرده است. وزارت فواید عامه پروژه های نیمه‌کاره تکمیل می شود. سرپرست وزارت فواید عامه طالبان در دیدار از جریان ترمیم شهرهای کابل قندهار گفته است که کار پروژه های نیمه‌کاره آغاز می شود. ملا عبدالمنان عمری سرپرست وزارت فواید عامه طالبان روز شنبه هفتم اوت در دیدار از جریان کار ترمیم شهرهای کابل قندهار به مردم اطمینان داده که کار تمام پروژه های نیمه تمام از سوی دولت آغاز می شود. عمری تاکید کرده است که تمام پل و پلچک هایی که تخریب شده از سوی امارت اسلامی افغانستان ترمیم می شود. این وعده های سرپرست وزارت فواید عامه طالبان در حال بیان می شود که پیشتر پل و پلچک بر اثر ماین‌گذاری نیروهای طالبان در جریان جنگ با دولت پیشین تخریب شده است و در این میان بیشترین آسیب را شهرهای کابل قندهار متحمل شده، مسیری که شاهد انفجارهای مهیب و ناامنی‌های مستمر و مرگبار بود که جان هزاران نفر را گرفت. بانک مرکزی 12 میلیون دلار را لیلام می‌کند. بانک مرکزی اعلام کرده که قرار است 12 میلیون دلار به گونه لیلام به فروش گذاشته شود. این اقدام به منظور حفظ ثبات ارزش پول ملی صورت می‌گیرد. بانک مرکزی دولت طالبان روز شنبه هفتم اوت با نشر اعلامیه از فروش 12 میلیون دلار خبر داده و قرار است این داوطلبی فردا یک شنبه هشتم اوت برگزار شود. بانک مرکزی از بانک ها و شرکت های صرافی و خدمات پولی واجد شرایط خواسته که در این داوطلبی اشتراک کنند. هدف از این اقدام کاهش بهای دلار در برابر افغانی بیان شده است. در این اواخر این چندمین بار است که از سوی بانک مرکزی دلار وارد بازار شده است. بانک مرکزی در حال است به فروش رساندن دلار خبر می‌دهد که با سقوط دولت پیشین محدودیت‌های تازه مالی وضع شده و بهای دلار در برابر پول ملی به شدت افزایش یافته بود. دعوت دوباره امرالله صالح از مردم برای تقویت صف مقاومت علیه طالبان، گزارش از خبرگزاری رها. امرالله صالح معاون دولت پیشین در واکنش به تصمیم تازه طالبان برای تلاشی خانه به خانه مردم در کابل و برخی ولایات همجوار در پیام مجدد مردم را تشویق به تقویت صفوف مقاومت علیه طالبان کرده است. آقای صالح روز شنبه هفتم او در برگه فیسبوکش نوشته است که طرح هر مسئله دیگر که مقاومت را کمک نکند در این مقطع بی ربط است و باعث انحراف در اذهان عامه و صف مقاومت می شود. وای گفته است وقت یأس، مستولی است، مرتجع ها و سست انصار ها
یعنی به نمی شود ها فکر میکنند و به خاطر پیدا کردن رای گنجشکک برای بقای فردی به صف مقاومت، یعنی خورده میگیرند. رسم تاریخ همین است. او همچنین نوشته است: آن سو دستگاه تهجر و ظلم بر پیکر ملت ما شلاق میزند و این سو میدان رزمیدن و نگفتن صاف است. صاحب این میدان همان است که تزلزل در انتخاب ندارد و متمرکز کار میکند و دشمن را نشانه میگیرد. لازم به ذکر است که طالبان روز گذشته جمعه 6 هود اعلام کرد که 3 دستگاه امنیتی آنان اقدام به انجام یک عملیات تصفیهی در کابل و برخی ولایات همجوار کردند تا این مناطق را به گفته آنان از وجود دزدان، اختطافگران و عناصر شریر پاکسازی کنند. گزارش های مردمی از برخی از این مناطق حاکی از آن است که نیروهای طالبان تراشی خانه به خانه را گاه ها با توسل به زور و شکستن قفل های خانه ها آغاز کردند و گویا علاوه بر پیدا کردن سلاح به دنبال افراد مشخص نیز می باشند. بسیاری ها معتقدند که طالبان پس از چندین حمله جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود در ولایت پنجشیر و کاپیسا این تلاشی خانه به خانه را راه اندازی کردند. طالبان اما این گفته ها را رد کرده و می گویند که عملیات تصفیهی آنها هیچ جنگ و بوی قومی ندارد و فقط به خاطر تدابیر امنیتی روی دست است. روسیه، کیف به طور غیر قابل کنترل به مردم سلاح توزیع می کند. وزارت دفاع روسیه گفته است که مقامات اوکراینی به طور گسترده و غیر قابل کنترل سلاح را بین ساکنان این کشور توزیع می کند. با گزارش اسپوتنیک، ایگو کوشناش گفت، سخنگوی وزارت دفاع روسیه به خبرنگاران گفت ملیگرایان کیف به طور گسترده و غیر قابل کنترل سلاح‌های سبک خودکار، نارنجک انداز و مهمات را بین ساکنان شهرک‌های اوکراین توزیع می‌کند. او خاطر نشان کرد که این اقدام ناسیونالیست‌ها در درگیری‌ها مجر به تصادفات ناگوار خواهد شد. کوناشنکوف گفت از مردم اوکراین می خواهیم که هوشیار باشند، این فتنه تن ندهد و خود و عزیزانش را در معرض رنج و عذاب قرار ندهند. گفتنی است ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه صبح روز پنجشنبه 24 فوریه اعلام کرد که در مورد اجرای عملیات نظامی ویژه در اوکراین تصمیم گرفته است. او در یک سخنرانی تلویزیونی خطاب به شهروندان روسیه گفت که شرایط نیازمند اقدام قاطع و فوری ماست. جمهوری های مردمی دونباس با درخواست کمک به روسیه متوسل شدند. با گفته رهبر روسیه تمام مسئولیت این خونریزی بر عهده وجدان رژیم حاکم اوکراین خواهد بود. سپاس که تا این دم با ما بودید. تا ویدیوهای بعد شما را به خداوند یگانه می سپارم.